سلام، چطور؟ دوباره حالتون خیلی خوب باشه. این ویدیو هم یه جورای ولاگه، هم آموزشیه. قضیه اینه که من دیروز داشتم توی پینترست همجور نگاه میکردم، مثل نقاشی دیدم که نقاشی دیجیتالی بودن، ولی خب این طیف رنگش و اینا خیلی ایناش خیلی خوشگل بود. من اینجور بودم که چرا نیام مثلا بکشم با آب رنگ، حالا مثلا من سعی کنم که یه جورای اینجوری، قطعا به اون خوشگلی قرار نیست بشه، ولی خب سرم گرم میشه. آره، و یادم افتاد که بهتون قول داده بودم که یه روش تقلب بهتون یاد بدم واسه یه نقاشی و کشیدن طرح، واسه اونایی که حالا یا نقاشیشون خوب نیست یا واسه کشیدن طرح اولیه حوصله ندارن که حالا خیلی وقت، مثلا من از اون دسته آدم، من میتونم بکشم، یعنی نگاه کنم بکشم، ولی وقت میبره و حوصله ندارم راستش انقدر بخوام وقت بذارم. قسمت مورد علاقه من تو نقاشی رنگ‌آمیزیه و حالا ما هممون که نقاش نیستیم که خیلی نیاز باشه خودمون بکشیم، واسه همینم این روش خیلی روش خوبیه. حالا من کجا اینو یاد گرفتم؟ یه ترم ما درس طراحی گریم داشتیم و نیاز بود که بیس یه چهره رو بکشیم، حالا روش گریما رو طراحی کنیم. چه می‌دونم شخصیت موزی مثلا میگفت طراحی کنه، نمی‌دونم یادم مریض طراحی، یه همچه حالتی. و این روش اونجا چون ما حال نقاش که نبودیم و خیلی نیازی نبود که طراحی آنچنانی بکنیم، روش استادم بهم یاد داد و من از اون موقع استفاده میکنم. خیلی روشه، شاید بلد باشین این یه جورای شبیه از رو انداختنه این روش، ولی شما خیلی دقیق تر میتونی این طرحو بکشی. و مثلا میگم شما روی بوم اگه بخوای کار کنی نمیتونی از رو بندازی و بکشی، روی مقوا رو نمیتونی از رو بکشی، ولی با این روش هم روی بوم میتونید طرحو بندازین، هم روی حالا مثلا برگ آچار، هم روی مقوا، که حالا مثلا من چون از آبرنگ میخوام استفاده کنم کاغذ رو مقوا نمیشه رو انداخت، ولی این روش جوابه و میتونید که هر طرحی که دلتون خواست، حتی چهره میتونید بکشید با این روش، اصلا کاری نداره، خیلی روش آسونیه. آره، پس اگه دوست داشتی تا آخرین ویدیو با من همراه باشید که بهتون بگم که چیا نیازه واسه اینکه بتونید این حالا هر طرحی دلتون خواست رو بکشین. خیلی خب، حالا چیزی که لازمه واسه این روش، اول که شما خب اون طرحی رو که تصمیم گرفتی که بکشی و انتخاب کن و باید اونو پرینت بگیرین. حالا اگه پرینتر سیاه‌سفید داشته باشید تو خونه که خب کارتون خیلی آسان‌تره، اگه نداشته باشید میتونید همه این طرح‌ها رو جمع کنید، حالا یه بار بیرون رفتید برید واسه تون پرینت سیاه‌سفید، یعنی رنگی نمیخواد، سیاه‌سفید بگیرن و ازش استفاده کنی. مرحله بعدی اینه که شما انتخاب کنی روی چه سطحی میخوای اون نقاشی رو بکشی. حالا برای مثال من میخوام روی مقوا، یعنی روی مقوایی که مال آب رنگه طرحمو بکشم و حالا مثلا رنگش کنم. پس حالا میگم سطحتونم باید انتخاب کنی و بذارید. آره، حالا من این نمیدونم، این دفتر هاست که مال آب رنگه، خیلی مارک خاصی هم نیست، معمولیه. آره، من میخوام روی این مقواه تر همو بندازم، پس میگم سطح هم انتخاب کنید. یه موقعی میبینید حتی میخواین رو بوم مثلا اون طرحو بکشید، اونم میشه با این روش انجام داد. حالا طرحی که بردید بیرون و دادید واسه تون کپی گرفتن، و که حالا الان من یه کپی پررنگم، حتی نه کپی کم رنگ ازشون گرفتم، نمیدونم مشخص میشه یا نه، در حدی باید باشه کپیه که اون خطای دور اون طرحی که میخواییم بکشید مشخص باشه، نیازی نیست خیلی پر رنگ باشه و حتی امکان اگه رنگی نباشه که دیگه بیش از حد، یه سری جاهاشو میبینید پر رنگی، اصلا این تیکه ها رنگی بوده، بهتره که بهش بکنم لاین آرت میگن، این اینجوری طرح دوره نقاشیه، میدونین چجوری منظورمه، عکسش حالا واسه تون میذارم منظورم متوجه شین. آره، معمولا من از اونجور طرح ها استفاده میکنم. خلاصه شما میرین کپی میگیرین طرحتونو و حالا بذارید من اول باید این طرح ها رو، چون 4 تا طرح متفاوته اینی که من کپی گرفتم و، بذارید ببرم اول بعد بیام ادامهش رو بگم بهتون. خب طرحی که من میخوام بکشم سایزش انقدره، یه کاپکیکه. خب حالا نمیدونم، فکر کنم دوربین اگه برگردونم و خودم نباشم و دستم باشه بهتون میگم چیکار کنید بهتر متوجه میشین. بذارید پس دوربین رو برگردونم. خب حالا توی این مرحله شما نیاز به مداد دارید، مداد مشکی که پخشش خوب باشه. میتونید از مداد B6 استفاده کنید که مال طراحی، اگه دیده باشید خیلی پررنگن اونا، یا همین مدادای معمولی، ولی از مداد مشکی مداد رنگی استفاده نکنید، اون فکر نمیکنم خوب باشه. خب حالا توی این مرحله اون طرحی که الان من میخوام اینو بکشم، این
نه این نبود، یکی دیگه بود. بذاریم کجا افتاد؟ ها این. من میخوام اینو بکشم، اگه نگاه کنید طرحش مشخصه خب، ولی نازک مشخصه. میاید برگه ای که کپی گرفتید، طرحی که قرار بوده بکشین و برش میگردونین و پشتش رو شروع میکنید پررنگ پررنگ با این مداد مشکی این حالتی. ببین جای خالی نباید داشته باشه، کلش رو باید مشکی کنید. خب کامل که اینو رنگی کردیم، الان ما نیاز به چسب داریم. اول میایم جایی که حالا نقاشیتون رو میخواین بکشین، یعنی کادرش رو مشخص میکنی، مثلا وسط صفحه باشه، بالای صفحه باشه، این ور باشه، اون ور باشه، اینو مشخص میکنی، کامل تنظیمش میکنی که کج نباشه. حواستون باشه خیلی دستتون رو اینجوری روش فشار نیارین، چون رنگ این ورکه رنگی کردین نقش میشه روی سطح کارتون، پس زیاد بهش فشار نیارین، حواستون باشه. حالا کادر اینو مشخص میکنین، شروع میکنین دور تا دورش رو چسب میزنین. خیلی خوب، حالا من چسب رو زدم. چسب رو طوری بزنید که مطمئن باشید این اصلا حین کشیدن حرکت نکنه روی از روی این، کاملا محکم باشه. حالا دور تا دورش رو خواستین چسب بزنید، ولی حالا در همین حدی که منم زدم کافیه. حالا شروع میکنید، طرحو دارید میبینید دیگه، از اینجا دیگه کاملا مشخصه. میاین به یه اتود نیاز دارین، چون نوکش تیزتر و نازکتره، بیشتر میتونه روی اون قسمت رو فشار بیاره. شروع میکنید میندازید این شکلی، شکست نوکش. شروع میکنید این شکلی روی خطوط همین طرحی که دارید و پررنگ کردن، همین، اصلا نیازی نیست کار دیگه بکنید، فقط روی خطوط رو اینجوری پررنگ میکنید. کل طرحو همینطور دیگه، دونه دونه همه قسمت‌ها رو پررنگ می‌کنم. حالا منو پررنگ می‌کنم، بعد میام نشونتون میدم. وقتی که اینو کامل طرحو پررنگ کردید این شکلی با این نوک اتود، این فشاری که دارید میارید روی این قسمت باعث میشه اون پشتو که رنگی کردیم این فشار رو روی این بیاره، طرح کاملاً کپی میشه روی سطحتون. بله خب من طرحو پررنگش کردم، الان می‌خوام چسبارم بکنم دونه دونه. خیلی خب، چسب رو که کندین، این کاغذ رو که بدید بالا، طرحتون خیلی شیک و پیک اینجا افتاده، خیلی راحت. اوکی، الان نیاز فقط بشینید رنگش کنین. خیلی روش کاربردی. حالا این یه طرح ساده بود، شما میگم حتی چهره رو میتونید با این روش بشینید بکشین، یعنی طرح چهره کنید حتی. خیلی روش تقلب خوبیه. آره خلاصه، اونایی که برنامه جهنم سینگلیو دیدن احتمالا آشنایی دارید با این سبک برنامه ها، که سیستمش این شکلی. حالا این اسمش دروغ صورتیه، من جهنم سینگلیو دیدم بعد اومدم حالا اینو دارم نگاه میکنم، که یه سری دختر و پسرن که اصلا هیچ شناختی رو هم ندارن و هم دیگر نمیشناسن و اینا، میان حدود نور چنجو شد حدود 10 روز اینا باید با هم توی یه خونه زندگی کنن، مثلا یه 8 نفر 10 نفر اینان، این شکلی سیستمش. بعد اینا حالا با هم زندگی میکنن و اینا یه 10 روز شاید بین اونا یه سریاشون زوج بشن و واقعا هم خوششون بیاد و وارد رابطه بشن، با مزدست برنامهش. بعد این چون دروغ صورتیه اسم برنامهش، سیستمش اینجوری که هر کدومشون که وارد برنامه شدن در مورد یه چیزی در حیطه زندگیشون دروغ گفتن، حالا چه شغلشون باشه چه وضع مالیشون باشه و اینا، یه چیزی رو دروغ گفتن این وسط، یه چیزی رو پنهون کردن و نمیدونن در مورد هم دیگه. حالا یهو از هم خوششون میاد، ولی یهو یه واقعیت رو در مورد هم دیگه متوجه میشن. جالب برنامهش، دوست داشتید ببینید. اولین و آخرین بار.
همه.